بعد از حدود 12 ماه و 23 روز بالاخره تونستیم این کارو انجام بدیم. خوش اومدین دوستان. تو این همه سال خیلی از دوستان از ما درخواست داشتن که آقا لطفاً شیشه هاتون رو بروزتر کنین، یعنی یه جوری باشه که داخلش دیده بشه و حس خوبی به ما بده. این خیلی کار راحتی نیست، حالا اونایی که تولید کننده هم میدونن چقدر کار سنگینی، ولی بعد از حدود 12 ماه و 23 روز ما تونستیم بسته‌بندی جدید شرکت یانی رو از امروز توی یه سری از محصولات ارائه کنیم. دیگه نیازی نیست اگر نمیتونین بابت یه انجلچر ادو پرفیوم 50 میل حدود 11-12 میلیون نمیتونین هزینه کنین، همون محصول رو میتونین توی شرکت یانی توی حجم 50 میل با غلظت اکسترا د پرفیوم، یعنی 2-3 برابر نمونه اورجینال موندگاری بیشتر و از نظر سلامت که خیلی از دوستان این موضوع برشون مهمه، اگر پشت زیر بسته بندی رو نگاه کنین این محصول سیب سلامت داره، یعنی کلیه مجوزهای لازم رو گرفته. کنار بسته بندی نگاه کنین تاریخ تولید و تاریخ انقضا داره و خب کد محصول هم اینجا خورده شده و گفته این محصول برای شرکت یانی تولید شده. پشت بسته بندی هم که ببینین نوشته شده این محصول در فرانسه دیزاین و طراحی شده به سفارش شرکت یانی. میریم برای آنباکسش که شیشهش هم ببینین، شما مقایسه کنین با نسخه اورجینال که ببینین که از نظر جذابیت و خب اون طراحی شیشه آیا واقعا 12 میلیون اختلاف دارن این دوتا با هم یا نه. همینطور که میبینین این دوتا شیشه حجمشون 50 میله، توی درصد کوالیتی انجلشه ادو پرفیومه، یعنی 20% مواد اولیه توش استفاده شده. توی انجلشه نسخه مشابه سازی شرکت یعنی حدود 35-40% از مواد اولیه استفاده شده، یعنی میشه گفت یه موندگاریه حدود 2-3 برابر بیشتر از انجلشه. شاید بعضی از دوستان میگن که خب از نظر رایحه چطور؟ خیلی طبیعیه توی شروع یتر ادو پرفیوم و یتر اکسترا د پرفیوم کمی اختلاف باشه، ولی به مرور زمان که رایحه اکسترا د پرفیوم میمونه و ملایم تر میشه و به قول ما عطربازها رایحه جا میفته تا 90% مشابه میشه. شاید برای بعضی هم سوال باشه که تفاوت کپی و مشابه چیه. همینطور که پشت بسته بندی رو دیدین نوشته شده این محصول دیزاین شده و طراحی شده در فرانسه. یعنی چی؟ یعنی ما سفارش میدیم میگیم آقا یه رایحه ما میخوایم که مشابه رایحه انجلشه باشه و خب توی طراحی و ساخت اون از نوتای استفاده میکنن که شبیه انجلشر نباشه. حالا من خیلی ساده میگم، در ادامه بررسی کامل و خب حرفه‌ای در مورد موضوع میسازم و از نظر رایحه اونقدر تفاوت نداشته باشه. توی صنعت عطر این خیلی چیز پیچیده هم نیست، تمام برندهای دنیا مثل تیزیانا ترنزی، مونبلان، اکسپلور میان رایحه کلید اونتوس رو مشابه سازی میکنن، کپی نمیکنن. ما خیلی تلاش کردیم تا بتونیم این بسته‌بندی رو تهیه کنیم، مجوزهای لازم رو بگیریم تا شما توی بالاترین کوالیتی بتونین عطرهای دنیا رو از شرکت یعنی بخرین و استفاده کنین. امیدوارم که برندهای ایرانی رو بتونین مثل همیشه حمایت کنین تا بتونن خیلی بهتر از این توی مسیری که دارن برن و پیشرفت کنن. مرسی که تا پایین این ویدیو همراه هم بودین. ممنون میشم این ویدیو رو برای حمایت از برندهای ایرانی برای اون سری از دوستانتون که طرفدار عطرن و نمیتونن عطرهای اورجینال به خاطر قیمت بالاشون بخرن بفرستین.